آگان او اگه این رو بخونن او تو پرانتزا نباشه خیلی چیزش نمیفهمن. این رو به خود من گفتم، وکیل، استاد دانشگاه، مهندس، خلبان، اینا همه خود من پاریس میمودن میگفتن که حتی از دبی، از کویت، استاد دانشگاه اونجا، از قونیه، اون گفتن اگه تو پرانتز نمی نوشتی ما نمیفهمیدیم چی یعنی چی؟ چون خیلی واژه ها رو ساختم، من واژه پارسیش رو ساختم اونجا گذاشتم، پارسی نداشته واژه. خب وقتی که تا این حد دانش و آگاهی های ما کمه که حرف خودمون رو بخونم، حالا همین آقا رو که عکسش رفت دیگه نمیذاریم، شما برید بگین تقبیت به من بگین کیه. شما اطلاعات بایستی بعدم ماها، نه اینکه فکر کنید یک چیزی، کار من اینه هر کسی را بهره کاری ساختن. ما به جون شما 24 ساعت 3 ساعت تا بخوابی بیایید ساعت 3 4 ساعت از خواب بپریم بیدار میشیم، میام میشیم پشت میزمون، یه چیزی بابامون میاد میگه تو کلمون، گربه میاد به ما میگه، این سگه میاد یه چیزی رو میگه، اینا حرف میزنن، یه اون سگه میاد یه چیزی رو به تو میگه، یه علائم اشاره تو پولی بلند میشه یک مطلبی مقالی برنامه یه هفته رو جلوش میکنیم میمیزی کار کردیم میکنیم، دنیا رفتیم گشتیم براتون تحقیقات پژوهش کردیم، زبانهای مختلف، من میشینم برنامه ها رو میبینم، اخبار رو میبینم، برای یه چیزی، برای یک 30 ثانیه میخوام یه چیزی در بیارم 30 ساعت وقت میذارم. مثلا همین ابراهیم گلستان، من میدونستم که گفته خمینی جد منه بابا، آقای ما چرا مارکسیست میگه آقا؟ آخه من بارها بهتون نگفتم که یارو سید که باشه هر ایدئولوژی میگه داره مدافع اسلامی تا تشیع و فلان، الا اینکه بیاد پایین از خرش خیلی هم. مثل سید حسینی کرمی، بچه سید قاضی موسوی که کشته شدن، بچه که همی کشته شدن غیر از سروران من، ولی اونایی که در پست میمونن و پستن، این همه از پایوران اصلی نظام اسلامی هستن. من برای همون حرف ابراهیم گلستان باور کنین 30 ساعت گشتم تا پیداش کنم و آخرم پیداش کردم. توی که از مصاحبه‌اش میگه که آقای خمینی رو گفته بابا آقای ماسی جد ماست، باره که عکسش میذارم تو برنامه، عکسش میذاری توی فیلمش. خب شما اینا کجا اینا ریشه ای بایستی نبرده مبارزه بشه، تا کار ریشه ای نشه بچه هیچ چیزی درست نمیشه. به پایان برنامه میرسیم، من بایستی با شما مهربان یاران بدرود بگم و از برادر نازنینم مهندس امیر شجره سپاسگزاری کنم، بهتون بگم تا برنامه دیگر بدرود، خدا میگم. پروردگارا تو را سپاس میگوییم که به ما روان و خرد پاک دادی تا با اندیشه و گفتار و کردار نیک شادمانی و آسایش و مهرورزی را در جهان بگسترانی. پروردگارا تو را سپاس میگوییم که به ما توان دادی و باورمان را استوار ساختی تا با اهریمن و سپاهیان او که بدی و ناپاکی و ستمکاری پایدار در جهان است همواره در ستیز باشی. پروردگارا به ما و یاران و خیشانمان تندرستی، شکوه و فر، پایداری، پیروزی، دارائی، نیکنامی، زندگانی دراز، جهانی روشن ارزانی دار. اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی، سرزمین ما و تمامی سرزمین ها را از درد و رنج و شکنج و نادانی رهایی بخش.
یزدان پاک، سرزمین ما و سرزمین های دیگر را از عفریت شوم جنگ ها و خونریزی ها و بلاها بدور بدار و آسایش و آسودگی را با تلاش زنان و مردان پاکندیش به انسان ارزانی دار. پروردگارا در این سپیده دم روز نو، اندیشه، کردار و گفتار ما را نیز نو ساز و همواره با نیکی و پاکی همراه کن. Historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'histoire, 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et livre chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و کتاب سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخ‌گوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری با 7000 سالگان سر به سری. بازی در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. داب پاخی زد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب بود میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم الا به قدح، تا
دراز دستی نکنم دانی در ازم زمه پرستی چه بابا تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میداد: امروز که حکیم بزرگ وار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت: وکیل مدافع؟ اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن. ببین گربه من و به حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده ها، تکذیب و توهین به تاریخ هزار ساله ما. می نویسم از غروبم از سقوط هفت هزار سال، بیگانه در ایران است بیگانه در ایران، او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن، بیگانه در ایران است بیگانه در ایران. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دینه پیشانی ها، دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.